پی تی وی با افتخار تقدیم می کند. گزارشی که نهادهای ضدخل منتشر کرده است، بالای 83% نفوذ بانوان افغان بیسواد هستند و این یعنی فاجعه. اما با در نظر داشته این که حکومت وحدت ملی و سایر حکومت هایی که قبل از حکومت وحدت ملی بوده همواره شعار دادن که تلاش میکنن برای اینکه بیسوادی را از جامعه بزدایند، نهایت تلاششان را میکنن. در کنار اینکه نهادهای دولتی تلاش در راستای باسوادسازی جامعه میکنند، نهادها و مؤسسات خیریه هم هستند که احساس مسئولیت میکنند و در راستای همکاری با هم نوعانشان تلاش میکنند. یکی از این نهادها مؤسسه فناوران میهن دوستان است که مؤسس و بنیانگذار این مؤسسه آقای غضنفر میهن دوست است که همزمان مسئول رستوران یونیک در شهر کابل است، یک از رستوران های مطرح در کابل، که اینا با هزینه یونیک کوشش کرده با زمینه برای بیش از 1000 بانوان را فراهم بکنند تا از سواد ابتدایی برخوردار بشه. امروز با ایشان یک نشست خواهیم داشت. آقای میهن دوست، سلام به شما و تشکر این که وقتتان را به اختیار 1000 ولت قرار دادید. مشخصا چه انگیزه باعث شد تا شما بخواین مؤسسه فناوران میهن دوستان را ایجاد بکنید؟ به نام خدا، من سلام خدمت شما و همکارایتان در شبکه جهانی 1000 ولت عرض میکنم. مؤسسه فناوران میهن دوستان در سال 1394 تأسیس ایجاد کردیم و طرح کاروان سواد را برای معینیت سواد آموزی یونسکو در جلسه لایف ارائه کردم که طرح کاروان سواد برای 34 ولایت هست که بیشتر مربوطی وکلای پارلمان، سناتور صاحبا و کلای شورای ولایتی، خدمت شما که خیرین بزرگانی که هستن میتونن در این کاروان سواد هر کی سهم بگیره. کاروان سواد مثل کاروان صلح است و در افغانستان زمان صلح به وجود میاد که همه با سواد شوند و این نیاز دارن که ما امروز باید بیشترین تلاش خود بکنیم که در قسمت سواد و سواد را در افغانستان نهادنه بسازیم و در قریه و قصبه افغانستان ما مرکز صنف ایجاد کنیم که بیاین همه با سواد شوند. این وظیفه خود دنیسا و کار کرد. سلامت باشه. اگر اجازه تان باشه آقای میهن دوست، سری میزنیم و یکی از صنفوی سواد آموزی تان، همچنان اگر فرصت شد میریم یکی از صنفوی خامک دوزی و دستوزی تان را همچنان بیننده باشیم. خواهش میکنم. بینندگان عزیز، ادامه برنامه را واگذار میکنیم بخش دیگه ای که در راستای ملاقات با دانش آموزان مؤسسه فناوران و میهن دوستان هستن. برنامه را تعقیب بکنید. با باقی روزتان خوش بدرود. اجازه استاد، سلام علیکم. سلام، اجازه است؟ خسته نباش، بفرمایید. خیاطی خیاطی آیده دارد. سواد خیاطی محمود مریم با سواد شده از او خیاطی را هم آموخته است. خانم شکوفه وحیدی استادی است که در مدت 3 سال با ما همکار بوده، پای همه مشکلاتی که بالاخره ما سپایی کردیم، بعض وقت معاش رسیده، بعض وقت هم نرسیده، ولی یک استاد با سلیقه، با انگیزه، من حیث یک جوان با احساس در کنار ما و در کنار کاروان سواد میهن دوستان بوده که 2 دوره فارغ داده و این هم دوری سومش است که 8 ماه را خوانده، یعنی قرار است 1 ماه دیگه انشالله اینا فارغ شوه و جشن فراغتشان رسمی بگیریم. همونطور که جشن های فراغت قبلی را گرفتیم رسما در دانشگاه های رسمی که اولش سال 95 در غرجستان بوده و سال 96 را در اینجا گرفتیم در خود مرکز، سال 97 را در دانشگاه کاتیب به مناسبت روز جهانی سواد و در روز جهانی سواد اونجا فارغ دادیم که یک تعداد شاگردای خانم وحیدی بودن و یک تعداد هم شاگردای خانم شکریه سلطانی، یک از استادای قدیمی ما بودن که فعلا صنف ندارن ولی همکار با مؤسسه فناوران میهن دوستان هست. یعنی هر ترم و هر دوره سواد آموزیتان مدت 9 ماه دارد؟ 9 ماه، بله. و در 9 ماه اینا خواندن و نوشتن ابتدایی را یاد میگیرن؟ بله، اینا به سویه صنف 3 از اینجا فارغ میشه، چون 2 تا کتاب است، یکی کتاب دوره اول است که از الف با و ترکیب و
شناسایی حروف میخوانن. بعد شش ماه که تمام شد امتحان میگیری میره دوره بعدی که کتاب مابعد رو میخوانن همزمان با حرفه خیاطی که در این سه ماه کتاب مابعدش میره و حرفه خیاطیش هم اون سه ماه هست و میشه تمام. یعنی در کنار اینا که شما برای خواهرها و مادرها سواد آموزی، یعنی سواد ابتدایی میاموزانین، در کنارش کورس خیاطی دارین که همزمان بله بله همون قسم که درس دان سواد و خیاطی است، هم سواد یادشان میدین. بله 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 به انگیزه بودن ما و همکاران ما که اگر اینها اینی خیلی کسا یا چی بگیم دیگه کمک هایی هست در کشور درست است، اما به سبکی که بیای آینده ساز باشه و قناعت بخش باشه برای مردم ما نیست. یکی ده کسایی بیای کمک میکنه اما آرد و برنج و نخود نمیدونم چی میدن، اونم در ماهی چقدر میدن معلوم نیست و بعد اینا هیچ درآمدی ندارن. جایی که او کمک ها رو بیاره در آموزش و پرورش از اینا بخش آموزش حرفه به اینا حساب کمک بکنه، همکاری بکنه، همینطور که رستوران یونی که فعلا نامش هزارگی شده بیجوره به اساس اعتراضاتی که بودن، اونا همکاری کردن در مدت سه سال آمدن اینا را چی کردن، هر سرمایه داری یا کاروان سواد برای هر وکیلی، برای هر حاجی، برای هر خیری هست که بیاین سهم بگیرن و صنف را فعال بکنن، تطبیق کننده کاروان سواد میهندوستان باشه و تمیل کننده اونا باشه. اینا را دیگه ما به اندازه صنف 3 وزارت معارف فراغت میدیم، صنف 3 هست، تصدیق هم خود وزارت معارف ریاست معارف میکنه و همچنان خیاط تربیه میکنیم که شاگردای قبلی ما به حمدالله دکانش نمی ساحه هست و برگزار کرده و در آینده های نزدیک اگر دوستا همکاری بکنه، یعنی خیرین همکاری بکنه و ما ای تو یک طرح داریم که این طرح هم البته تازه وست کردیم بعد از طرح کاروان سواد که برای اینا یک پنجشنبه بازار درست شوه یا یک بازار چی درست شوه که تمام دوست دوزی ها نمیدونم چیزا خود به نمایش هم بگذاره و بفروشن.